سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. ممنونم از اینکه با من نظراتتون رو در میون میذارید و تشکر میکنم از اینکه همراه من هستید با آموزش هایی که در اختیارتون قرار میدم. امروز در کانال محمود بیز میخوام یه ترفند رو بهتون یاد بدم برای سایت گوگل که شما میتونید به راحتی عنوان گوگل رو تغییر بدید و اسم خودتون رو قرار بدید بجاش. در آموزش های گذشته من روش های کسب درآمد رو بهتون یاد دادم. کسب درآمد از طریق کتاب خوندن در تلگرام بود که من خودم این صورت حسابی که بهتون نشون میدم و میتونید ببینید. اون زمان بود 2 میلیون خورده‌ای، الان شده 8 میلیون خورده‌ای درآمد. و من همچنان دارم ازش درآمد کسب میکنم. پس به خاطر اینکه این فرصت رو از دست ندید حتما برید و عضو بشید و شروع کنید به کسب درآمد از طریق ربات تلگرام. کسب درآمد از طریق وبلاگ نویسی رو بهتون یاد دادم که شما میتونید از طریق نوشتن وبلاگ کسب درآمد داشته باشید، یا سایر ویدیوها که میتونید از طریق صفحه من در یوتیوب محمود بیز میتونید اینها رو مشاهده بکنید و نظرات خودتون رو در میون بذارید. اما سایت امروز google.net هست، google.net. شما میتونی هر اسمی که خواستی به جای لوگوی گوگل اینجا برای خودت ثبت بکنی و من بعد سایت گوگل رو با لوگوی اختصاصی خودت ببینی. خب اجازه بدید من منظورم رو واضح تر به شما بگم. این سایت گوگلت، گوگل که موتور جستجوی خیلی بزرگ و خوبی هم هست و در ایران هم از رتبه بالایی برخورداره، یا در افغانستان هم رتبه خوبی بهش تعلق گرفته. شما در موتور جستجوی گوگل میتونید هر چیزی که خواستید عنوان سرچ بکنید و براتون نمایش بده. این عنوان لوگوی گوگل رو که اینجا دارید میبینید به مناسبت‌های مختلف گوگل تغییر میده. یعنی ممکنه یکی از سیاستمداران در کشور شما یا در شهرتون یا حتی در یه قاره رو شما ببینید که هر از چندگاهی این لوگو تغییر میکنه و اسم اون فرد برای شما به نمایش در میاد. حالا شما میتونید عنوان این گوگل رو برای خودتون، اسم خودتون رو قرار بدید. در سایت امروز google.net که من آدرسش رو در انتهای ویدیو حتما میذارم، این ترفند در اختیارتون قرار میگیره. اگر من اینجا بنویسم مثلا محمود بیز، خب هر چی اینجا دوست دارید میتونید بنویسید. به صورت دیفالت سایل اصلی خود گوگل برای شما انتخاب شده، یا اگر خواستید میتونید فونت گوگل رو تغییر بدید با هر فونت دیگه‌ای که خواستید نوشته رو برای شما به نمایش در بیاره. چندین مورد از اینها هست، ولی خب قشنگیش هم اینه که با همین استایل خودش باشه. خب نوشتم محمود بیز و بعد گزینه اینتر رو میزنم. ببینید محمود بیز، این الان شد موتور جستجوی گوگل. الان من هر چیزی که سرچ بکنم از طریق این موتور جستجو توی همین صفحه برای من به نمایش در میاد. حالا شما ممکنه هر چی بخواید داخل این سرچ بکنید، هر چی سرچ بکنید برای شما میاره و شما میتونید این رو توی این صفحه هم مشاهده بکنید. ببینید حتی لوگویی که این بالا میاد لوگویی هست که شما تعریفش کردید به همین راحتی. من کلمه ایران رو سرچ کردم، تصاویر در مورد ایران هم بخوام سرچ بکنیم بر همین اساس برای ما نمایش میده. حالا بعضی ها شاید دوست داشته باشن که این آدرس رو همیشه برای خودشون داشته باشن، یعنی اینکه دوست دارن بعد از اینکه مرورگرشون رو باز میکنن این پیج رو به همین شکل ببینن. خب میاد روی تب مرورگرتون کلیک‌راست میکنید و اینجا یه گزینه‌ای داره که هم میتونید اینو بوکمارکش بکنید که همیشه توی بوکمارکاتون باشه، هر زمانی خواستید میاد بوکمارک رو باز میکنید و انتخاب میکنید و استفاده میکنید، یا میتونید اینجا کلیک‌راست کنید، پینش کنید، پین تب، که جزء صفحات مرورگر شما محسوب بشه و هر زمانی که باز کردید این صفحه اتومات برای شما باز میشه. توی آموزش امروز شما یاد گرفتید که چطور میتونید لوگوی سایت گوگل رو بر اساس سلیقه خودتون تغییر بدید و برای خودتون هم این صفحه رو هم ذخیره داشته باشید که هر زمانی خواستید با اسم و رسم خودتون به جای گوگل نوشته گوگل عنوان شما در سرچ گوگل نمایش داده بشه. زیاد ویدیو رو طولانی نکنیم. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم همراه
کانال محمود بیز بودید. لطفاً کانال رو حتما سابسکرایب کنید، نظرات خودتون رو با من در میون بذارید و بعد از دیدن این ویدیو اون رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.